و یک روز بعد از صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده فساد در فوتبال توسط دادگستری کل استان کرمان، بعضی از سایت‌های ورزشی از ورود نهادهای قضایی به پرونده پرداخت رشوه در باشگاه پرسپولیس خبر دادند. در همین رابطه همراه هستیم با همکارم علی امادی از لس آنجلس. علی، این یعنی گشوده شدن پرونده جدیدی درباره فساد در فوتبال؟ مهتاب، به نظر نمیرسه اراده‌ای برای حل مشکل فساد در فوتبال ایران باشه، چون همونطور که در کیفرخواست میشه گفت بزرگترین پرونده فساد فوتبال در سالهای اخیر، پر سر و صدا ترینش که دیروز کیفرخواستش در واقع اعلام شد، مقدار و میزان این سکه و پول رد و بدل شده خیلی کمتر از اون چیزی که در حقیقت اتفاق افتاده اعلام میشه و یا صلاح بوده که اعلام بشه. وقتی دادستان کل تهران در اتهامات رئیس کنونی فدراسیون فوتبال رقم 450 میلیارد تومان رو دو سال پیش اعلام میکنه، واقعا این 7 میلیارد تومان رد و بدل شده رشوه یا 147 سکه تو پرونده‌ای که 21 نفر رو دستگیر میکنن، 6 ماه از رسانی شدنش میگذره، بیش از یک سالی که اصلا در جریانه، واقعا قانع کننده نیست. یا مثلا موضوع پرونده 5 میلیارد شیرینی دادن علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان سابق پرسپولیس، که برای گرفتن الحاقیه به قراردادش برای فسخ یک طرفه با باشگاه پرسپولیس و پیوستنش به تراکتور ادعا کرده که رشوه داده و تو همون مسابقه بعد از باخت تراکتور به فولاد مدعی شد که این رشوه رو هم که داده از اعضای هیئت رئیسه پرسپولیس پس میگیره. جالبه، یکی از عجیب‌ترین اتفاقات جمهوری اسلامی در فوتبال رقم زده، یعنی محرومیت خیلی سبک علیرضا بیرانوند بعد از اعلام پرداخت حالا شیرینی، پول چایی، شیتیل، رشوه، هر چی حالا اسمش رو بزنن، یا اصلا اتهام سنگینی که به اعضای هیئت مدیره پرسپولیس زد خیلی مورد سوال قرار گرفته. حقوقدانایی مثل محمد محمدزاده، رئیس سابق کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، درباره پرونده این شیرینی 5 میلیارد تومانی علیرضا بیرانوند حالا به اعضا یا به یکی از اعضای هیئت مدیره پرسپولیس گفته که بیرانوند اقرار و اعتراف به جرم کرده و دادستانی به عنوان مدعی عموم میتونه به موضوع ورود کنه. حقوقدانای دیگه هم از این در واقع سخنان دروازه‌بان تراکتور رو مصداق اتهام ارتشا میدونن، ولی این بازیکن در نهایت فقط یک جلسه، اون هم به شکل تعلیقی محروم شد که حالا تعلیقه قبلی هم داشت، به تعلیقه قبلیش اضافه شد و ازش خواستن که از پرسپولیس عذرخواهی کنه. ابوالفضل حزن‌زاده، رئیس کمیته انضباطی، که خودش مثلا قاضی دادگستری جمهوری اسلامیه، گفته آقای برامن گفتم به یکی از اعضای هیئت مدیره پرسپولیس شیرینی دادم و نگفتن رشوه دادن، اگه میگفت رشوه دادم به نظر ما افترا یا تهمت بود. خیلی از کاربرا و حتی خود رسانه‌های جمهوری اسلامی الان این تعبیرات رئیس کمیته انضباطی رو گفتن، خب یعنی دوستانی که از این به بعد میخوان رشوه بدن لطفاً صراحتا اعلام کنن که رشوه دادن تا به اونها برخورد بشه. یعنی مثلا اگه نگین از کلماتی مثل چایی و پول شیرینی و نمیدونم پول چایی نا استفاده بکنین به درد میخوره، نمیشه باهاتون برخورد. واقعا جالب، محمدزاده که خودش رئیس کمیته اخلاق بوده و الان در مورد رئیس کمیته انضباطی فوتبال ایران اظهار نظر میکنه، گفته که این واقعا رئیس کنونی این کمیته بعید اطلاعاتی حقوقدان یا فرد آگاه اینقدر باشه و در بحث حقوق جرم، ما جرمی به عنوان شیرینی دادن نداریم، شیرینی دادن واژه معمولیه که غیر حقوقیه به کار میرن در مورد رشوه دادن و در این مسئله هم برامن رشوه داده تا اون متمم فسخ قراردادی که میخواسته رو بگیره از باشگاه. به هر حال میدونیم که باشگاه پرسپولیس و اعضای وقت هیئت مدیره این باشگاه از علیرضا بیرانوند به اتهام افترا، نشر عکاسی و ادعای پرداخت رشوه شکایت کردن. پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده و تحقیقات در این مورد در این پرونده در دادسرای تهران الان آغاز شده، در حال انجام. یه موضوع دیگه خیلی کوتاه بگم، جنجالی بوده موضوع آکادمی‌های فوتبال در ایران، که اخیراً آکادمی پرسپولیس اختلاف مدیر آکادمی محسن خلیلی با سرمربی تیم نوجوانان حسن خان محمدی سر سر کرد. میدونیم که سال‌هاست در آکادمی‌های فوتبال به اسم همیاری، کمک، شیرینی، هدیه از خانواده نونهال نوجوانان پول می‌گیرن، یه وجوهی رو هیچ دستگاهی ورود درستی نکرد، یا اگرم برخورد کردن مقطعی بوده. به نظر نمی‌رسه با وجود قضاتی که شیرینی دادن رو رشوه می‌دونن، بساط فساد در آکادمی‌ها، در لیگ‌های برتر، در فوتبال ایران برچیده بشه. مطمئن